اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا شهر الله الأكبر نعيد يا ده. السلام عليك يا أكرم مسعود من الأوقات وخير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واسمع ندای اذا ناديتك واسمع دعائي اذا دعوتك واقبل علي اذا ناجيتك فقد هربت اليك ووقفت بين يديك. گفته شد ماه مبارک رمضان ماه بازگو کردن کلام رب است، یعنی تلاوت قرآن، و ماه سخن گفتن عبد است با ربش، یعنی دعا. و دعا هم محصول و غیر محصول دارد و دارای آداب و شرایطی است. و در جلسات گذشته گفتیم اموری هستند که اینها مؤثرند در اجابت دعا، من جمله زمان هاست. در بین ماه‌ها ماه مبارک رمضان، در اوز روایات بسیار داریم که مؤثر است در اجابت دعا. و در بین ماه مبارک رمضان لیالی قدر به خصوص سفارش شده است. و در روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه است که نسبت به هم خود ماه رمضان و هم لیله قدر می‌فرماید، تعبیرشون این است، می‌فرماید فغرت الشهور شهر رمضان و قلب شهر رمضان لیله القدر. برجسته ترین ماه در بین ماه‌ها ماه مبارک رمضان، و در بین این ماه هم که لیله قدر است که تعبیر می‌فرماید به اینکه قلب شهر لیالی و اصطلاح شهر رمضان است. و جهتش رو در یه روایت دیگری از خود امام صادق علیه السلام است می‌فرماید. تعبیر اینه، می‌فرماید رأس السنه لیلة القدر یکتب فیها ما یکون من السنه الى السنه. اول سال چون فرماید شب قدر است، اصلا اول هر سال فرماید لیله قدر است. جهتش رو فرمایدش یکتب فیها ما یکون من السنه الى السنه، چون در لیله قدر نگاشته می شود امور سال آینده، یعنی از لیله قدر امسال تا لیله قدر سال آینده. لذا اول سال چون میکنون اصلا شب قدر است، نمیگن اول سال آینده، تعبیرم اینه. من روایت خوندم، جهتش رو حالا عرض میکنم. با این است به این که در اون روایاتی که ما داشتیم نسبت به لیالی قدر، شب 19 هم، 21 هم، 23 هم، شب 19 هم لیلة التقدیر است، 21 هم اون شبی است که نگاشته می شود امور، که تعبیر به لیلة القضاء می شود در روایت، و امور سال آینده برای هر کس نگاشته می شود. و شب 23 هم شب توشیع است، لیلة الامراء در روایت دارد، که اونچرا که
به اصطلاح ما ثبت و ضبط شده است برای سال آینده، باید این به توشیح ولی الله الاعظم برسد تا تثبیت بشود. مثل روشی که ما هم داریم بررسی میکنیم، بعدم مینویسیم، بعدم خدمتتون عرض شود که به صاحب العصر و صاحب الزمان عرضه میشود که او امضا کند این را. این روند کار لذا این که در بین روایات ما بسیار سفارش شده نسبت به شب 23 بوم روی این جهت است. لذا فرصت یک فرصت بسیار مغتنم و به تعبیر بنده مکرر گفتن امشب شب سرنوشت همه ماست نسبت به سال آینده ما. شب سرنوشت ساز امشب است. خب این تا اینجا. اما بحث من قبلا من عرض کردم در واقع دعا سه چیز ما داریم. یک دعایی یعنی درخواست کننده اون که صدا میده. دوم درخواست است که میگیم دعا. سوم مدعو است، درخواست شونده است. راجع به دعایی شب 19 هم مختصری من عرض کردم. یعنی ما وضعمون چیه بررسی کنیم. راجع به دعا شب 21 هم من عرض کردم درخواست. روش دعا کردن چه روشیست به ما آموختن ائمه علیهم السلام که تعبیر به جهت دعا کردن، راه دعا کردن که اول حمد و ثنای الهی و استغفار و توبه، بعدم درخواستتون رو بکنید. چه بسیار کمانی نرس کردم. و اما امشب لحظه راجع به مدعو وست درخواست شونده. در اینجا اونی که درخواست میکند من و شما هستیم، بندگان خدا. بعدم میخوام درخواست بکنیم از خدا به طور متعارف. اینطور است که شناخت نسبت به درخواست شونده خوب دقت کن از اون که میخواییم تقاضا کنیم، شناخت نسبت به او مؤثر است در درخواست. این که میگم خیلی روشنه. ما پیش هر کسی نمیریم هرچی رو بخواد، درسته یا نه؟ ما خودمون بررسی میکنیم طرف مقابلمون رو، توانش رو در نظر میگیریم، وضعش رو، روحیش رو، امثال این حرف آخری سطح آوردن پایین، بعد بیریم ازش چیکار میکنیم؟ درخواست میکنیم. یعنی درخواست های ما باید بر محور شناخت ما باشد از خدا. میگه سادش کرد خدا رو چجوری میشناسیم تا بیاییم بگیم به این که چی میخوام. من به عنوان مقدمه چند تا چیز رو تذکر میدم، بعد میرم سراغ این مطلبی را که به ذهنم این است که تا به حال در هیچ یک از لیالی قدر مطرح نکردم. شاید اولین بار من شاید این مقام مطرح کنم. اول ما روایات متعدده داریم در باب توبه. من حالا یه روایتی که سندشم تمام بود میخونم. ابو عبیده حزا است میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، شنیدم امام آقا علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اشد فرحاً به توبت عبدهی من رجل قلل راحلته و زاده فی لیلت ظلما. فرمودن خداوند تبارک و تعالی خوشحالیش به تعبیر من، فرح و شادیش خیلی شدیدتر است نسبت به این که عبد توبه می کند از اون کسی که
مرکبش رو در بیابان با توشه راهش رو گم کرده، تک و تنها، شبم هست تاریک، راه به هیچ جا نداره. بعد این اگر برسه مرکبش رو پیدا بکنه، زاده تا بسیار توشش رو پیدا بکنه، چقدر خوشحال میشه. خدا خوشحالیش از توبه عبد، یعنی رو آوردن عبد به خدا، خوشحالیش بیشتر از اون شخص. فالله اشد فرحاً به توبت عبدهی من ذلک الرجل به راحلته این وجدا. خدمت هر سبت که من این سؤال رو مطرح میکنم تو ذهن همتونم میاد، چرا؟ ها؟ این بد کرده با من، ها؟ نعوذ بالله، هر چه خوبیش کردم قدوم کردم، نعوذ بالله، من چه کرد؟ بد کرد. هر چی من خواستم با محبتم بکشم سمت خودم، اون هر کاری کرد موجبات نعوذ بالله غضب و خشم منو فراهم آورد. حالا که رو کرده اینقدر خوشحال میشه که از اون شخصی که تو وسط بیابون تاریک مرکبش رو نمیدونم راهلش رو زادش رو گم کرده پیدا کرده، خدا خوشحالتر میشه. من اینجا سوال مطرح کردم، خوب حرفا گوش کن، چرا؟ یه چرا اینجا گذاشته. دوم، روایات متواتره داریم ما نسبت به همین زمانهای خاص، نسبت به ماه مبارک رمضان، هنگام افطار هزاران هزار کس را از آتش نجات میده، ولی اینا مستحق آتش باشند. شب جمعه که میرسه ماه مبارک رمضان، هر ساعت هزار هزار نفر کسانی را که مستحق آتشن، اینها را از آتش نجاتشون میده. اینایی که لیله قدر که میرسه دیگه وام، به تعبیر من وا خداها، باید گفت وا خداها، دربای آسمون رو باز میکنه بس آتی. آخه چرا؟ او برد به من میشون همش بیم چرا؟ تو آیات بیریم ما میبینیم به این که ازا سهلک عبادی انی فنی قریب و حجیب و دعوت دا ازاده ها، به پیغمبر میگه اگر بنده های من سوال کردن از من نزدیک نزدیک میشه. اینا بخواهم جواب شدیم ادهونی از تجب لکم امرم میکنم. خیلی روایت داری، من نمیتونم انجا رو بشه. آیات روایات اینا هیچ چرا تو ذهن ما میاد؟ حالا توجه کنیم، مهم اینه که من دارم عرض کنم، من عرض کنم من این بحث رو اینجوری مطرح نکرد. خب من برای خاطر اینکه این چرا رو روشن کنم، میرم سراغ مسئله روش دعا کردنی را که در روایات ما داریم. در روایات ما در روش دعا کردن به ما اینو آموختن، گفتن اول حمد و ثنای الهی. من چند بیسی کمینو گفتم دایدم روشن هستش، حمد و ثنای الهی کردن. مثل ما خودمون بریم پیش یک کریمی چیزی که بعد کردیم سرمون میزیم پایین، ما اول معذرت خواهی میکنم، میگیم شما بزرگی کریمی همسال اینا ببخشید ما، اول حمد و ثناش میکنیم و اون که بعدم ازش تقاضا میکنیم. در اینجا خوب روایات زیاد داریم که اول حمد و ثنای الهی رو بعد وقت میان سراغ تقاضا، وقت اولین تقاضا معذرت خواهی است، پوزش طلبی است، استغفار. در این روایاتی که حمد و ثنای الهی بود من دقت کردم ببینم کدوم یک از صفات خدا رو ائمه بیشتر روش تکیه میکنن. با قول من بحثم یه خود طلبگی میشه، ولی خیلی خوبه همتون بفهمین شما ها کدوم صفت رو میارم. چون جود و نمیدونم کرم و خدمت و هر سفر که غفاریت رو گوش کنید که میخوام بگم امثال اینها، چون گناه کردیم دیگه، بگو اول بگو یا غفار از زنوب نمیشه. دیدم نه،
یه صفت رو اینها زیاد روش تکیه میکنه که او رو اول میکنه. حالا من یک چیز رو باید میکنم. دارد من رسول الله صلی الله علیه و سلم به رجلن و هوا یبور حضرت برخورد کردن به شخصی که داشت اینه میکن میگفت یا ارحم الراحمین. در یه روایت دارم به این که این که میگفت به اون هفتمین بارش که رسید حالا من این روایت که برم را فقال له رسول الله سل فقط نظر الله اله بس دیگه تقاضا کن خدا نظرشو به تو انداخت تو مخواستی جلب نظرشو بکنی دیگه درست یا نه با این یار همه راهمینا جلب نظرشو در یه روایت دیگه است باز از پیغمبر اکرم اینم دارد حضرت فرمود ان لله تعالی ملکا موکلا بمن یقول این دیگه خیلی گویاتره به قول من خداوند یه فرشته رو موکل کرده به کسی که بگه چی بگه